سلام و سپاس از اینکه شنونده و بیننده نهمین بخش از برنامه احزاب سیاسی دموکراتیک در مجموعه آینده ایران هستید. در بخش هشتم گفتیم سرگذشت احزاب ایران رو میشه به چهار دوره تقسیم کرد و گفتیم در دور اول بعد از انقلاب مشروطه اگرچه چندین گروه و تشکیلات به نام حزب برپا شد، اما نتونستن به احزابی دموکراتیک بدل بشن و با روش‌ها و شیوه سیاست دموکراتیک موتور پیشبرد اصلاحات و پیشرفت‌های لازم برای ایران باشن که برعکس به ترمزی در این راه بدل شدن. فقدان شناخت راه و روش سیاست دموکراتیک و یا فرهنگ دموکراسی باعث شد که این احزاب در عوض همفکری و تعامل و توافق بر سر انتخاب بهترین راهکارهای پیشبرد ایران به سمت کشوری مدرن و با معیارهای عدالت اجتماعی به جنگ و جدل بیپایان با هم بپردازند و همدیگر را تخریب و تضعیف کنند. تا زمانی که احزاب مختلف از نهله‌های فکری متفاوت قبول نکنند که بقای هر حزب دموکراتیک به بقای سایر احزاب دموکراتیک وابسته است، راه پیشرفت دموکراسی و به تبع اون پیشرفت اجتماعی و مهمتر از همه تداوم اون بسته خواهد موند. باید تاکید کنیم که در هر دو دوره سلطنت پهلوی ایران به پیشرفت‌های چشمگیری دست پیدا کرد، اما فقدان فرهنگ دموکراتیک به طور کلی و فقدان مجموعه احزاب دموکراتیک به طور اخص به علاوه خطر کمونیسم شوروی در همسایگی ایران به موانع عمده‌ای در راه حفظ و تداوم این پیشرفت‌ها و دستاوردها انجامید. حال در دوره دوم حیات احزاب ایران نگاهی کلی میندازیم به احزابی که بعد از کنارگیری رضا شاه تا پایان دولت دکتر مصدق در مرداد 1332 تشکیل شدند. اما به طور اخص در این نوبت از برنامه حزب توده رو زیر ذره بین میگذاریم و از منظر شناخت احزاب از زوایای مختلف اون رو نقد میکنیم. حزب توده شاید اولین حزبی بود که با ادامه پیشینه حزب کمونیست در دوران رضا شاه در دهم مهر ماه 1320، یعنی در آغاز دوران سلطنت محمد رضا شاه، از سوی گروه موسوم به 53 نفر تأسیس شد. ایدئولوژی این حزب تمامیت خواه، غیر دموکراتیک و وابسته به قدرت خارجی بود. هدف نهایی این ایدئولوژی انقلاب و دورانداختن کل ساختار سیاسی ایران بود، موضوع مهمی که به اون بر می‌گردیم. با این حال این ایدئولوژی در بسته متناقض عرضه شد، به طوری که از یک سو ایدئال‌های مطلوبی چون برابری، عدالت، ریشه‌کن کردن فقر، آزادی و پیشرفت جامعه را تبلیغ می‌کرد، از سوی دیگه با تفکری در پی کسب این دستاوردا بود که در تناقض مطلق یا به بیان دیگر در تضادی آشتی ناپذیر با دستیابی به این ایدئال هاست. از صلح صحبت می‌کرد در حالی که در برابر مخالفانش حاضر بود به خشن‌ترین رفتار، از تهمت و افترا گرفته تا شکنجه و قتل دست بزنیم. از ملی‌گرایی و حق و حقوق مردم دم می‌زد در حالی که منافع قدرتی خارجی رو ارجح بر منافع ایران می‌دونست. فلسفه سیاسی اقتصادی مارکسیسم رو علم گمان می‌کرد در حالی که این تفکر صرفاً یک نظریه و یک فرضیه است که در خور نقد و بررسی و رد مستدله. روش ولادیمیر لنین انقلابی حزب بلشویک شوروی رو که با مارکسیسم پیوند داده بود والاترین روش می‌دونست، در حالی که لنینیسم در بطن خودش منشأ دیکتاتوری، خشونت و بالاخره تخریب اجتماعیه. اما کل این بسته ایدئولوژیک بسیاری از مردم خوشدل و دلسوز رو مجذوب خودش کرد و این تنها در ایران نبود. در تقریبا تمام کشورهای جهان و همینطور در کشورهای دموکراتیک هم جاذبه این ایدئولوژی جمعیت کثیری رو سحر و جادو کرد و هنوز هم میکنه، البته در قرن 21 در مقیاسی به مراتب کوچکتر. با این ایدئولوژی فریبنده حزب توده تونست ظرف 3 الی 4 سال پس از شروع حیاتش به روایتی 25 تا 50 هزار نفر از اقشار شهری رو به عضویت در بیاره و عقل و هوش و توان بخش عمده‌ای از جوانهای تحصیل کرده، روشنفکران و نویسنده‌های ایران رو تصرف کنه. به یاد داشته باشیم که کل جمعیت ایران در اون سالها 18 میلیون نفر بود. روایتی که حزب توده ایران بعد از شوروی و اقمارش در اروپای شرقی و شاید بعد از ایتالیا
بزرگترین حزب کمونیست جهان بود. در سال 1325، یعنی تنها 5 سال پس از برپایی حزب، رئیس دانشگاه تهران به سفیر انگلیس گفته بود بیش از 4000 دانشجوی این دانشگاه به شدت تحت تاثیر حزب توده هستند. مجله تهران مصور سال 1330 نوشت 25% از دانشجویان این دانشگاه عضو حزب تودن و 50% جزو هواداران یا به اصطلاح اون وقتا سمپاتای حزبن. یک سال بعد روزنامه تایمز لندن نوشت حزب توده با استعدادترین و فرهیخته‌ترین افراد نسل جوان ایران رو جلب کرده. در همون سال، یعنی یک سال پیش از 28 مرداد 32، مجله فرانسوی ابزرواتوار نوشت دیپلمات‌های غربی پذیرفتند که 30% روشنفکران ایران در حزب توده فعالیت می‌کنند و بقیه به غیر از تعداد اندکی جزو طرفداران یا سمپاتای حزبن. این مجله همچنین به حضور زنهای تحصیل کرده در این حزب اشاره میکنه که مجله بیداری زنان وابسته به حزب رو منتشر میکرد. یکی دیگه از عرصه‌های نفوذ حزب توده در میان افسران ارتش از رتبه سرهنگی به پایین بود، یعنی بخشی از نظام حکومتی که وظیفش دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی ایرانه و عضویت و فعالیت حزبی در بین اعضای ارتش شاید بشه گفت در تمام کشورهای جهان اعم از دموکراتیک و غیره ممنوعه، چه برسه به حزبی که وابسته به کشوری دیگره. البته اینجا یک استثناء هست و اون هم حکومت‌های نظامی هستن. به تبع حزب توده وابستگیش رو به شوروی نه تنها علنی نمی‌کرد که انکار هم می‌کرد و با فلسفه سوسیالیسم جهانی و وحدت کارگران و رنجبران جهان پرده بر روی این وابستگی می کشید. تردیدی نیست که بسیاری از اعضا و هواداران این حزب و حتی برخی از رهبرانش انسانهای شریف و وطن پرستی بودند که خیر و صلاح ایران رو می خواستند. اما تبلیغات حزب، پنهان کردن حقایق و توسل به ارعاب در برابر کسانی که از اون حقایق سخن میگفتن همراه با وعده های جذاب و افسانه‌ایش قدرت تشخیص سره از ناسره رو از اونها سلب کرده بود و هنوز هم میکنه. باید دوباره تاکید کنیم که این پدیده خاص ایران نبود. در بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص در کشورهایی که از نظر رشد سیاسی و اقتصادی عقب مونده و سیاست‌های استعماری قدرت‌های بزرگ به تنگ آمده بودند، همین خطای بینش حاکم بود و همواره احساسات و آرزوی آینده‌ای طلایی بر عقل چیره می‌شد. در ایران نیز امید به سربلندی ایران، رهایی از خفت فقر اقتصادی و سلطه قدرت استعماری چشم‌های بسیاری را در تشخیص واقعیت بست. با این حال در مقاطع مختلف مانند حمایت حزب از وقایع آذربایجان در سال 1325 یا وقتی حزب توده از دادن نفت شمال به شوروی دفاع کرد و مهمتر از همه در 28 مرداد 32 وقتی اعضای حزب برای حمایت از دولت ملی مصدق منتظر دریافت اجازه از شوروی برای این حمایت بودند، اجازه‌ای که هرگز داده نشد، برخی از اعضا و پیروان حزب کارت‌های عضویتشون رو پاره کردند و در پی هر یک از این وقایع انشعاب‌هایی از حزب رخ داد. در چنین مواقعی استدلال‌های بی‌پایه‌ای چون تز موازنه منفی در مورد اعطای نفت شمال به شوروی به بهانه ایجاد تعادل در برابر امتیاز نفت جنوب به انگلستان به روشنی نشون می‌داد که چطور حزب توده حاضر بود هدف رهایی ایران از سلطه قدرت‌های استعماری رو فدای منافع شوروی کنه. یکی دیگه از روش‌های حزب برای روپوشونی ماهیت متناقض و وابستگیش به شوروی در چنین مواقعی توسل به ارعاب، تهمت و توهین به کسانی بود که واقعیت رو دیده و شناخته بودند یا ممکن بود سیاستی در پیش بگیرن که به نفع حزب یا شوروی نباشه. گفتنیه که وقتی مصدق می‌خواست پیشنهاد بانک جهانی رو برای حل موقت منازعه ملی کردن نفت که پیشنهاد خوبی بود قبول کنه، مشاورانش او رو از تهمت‌های حزب توده ترسوندند. البته باید فراموش نکرد که این تنها دلیل رد پیشنهاد بانک جهانی نبود. ضعف تشکیلاتی جبهه ملی
و فقدان حزب محکم و استخونداری که بتونه شگردهای حزب توده رو خونسا کنه و همینطور دست مخالفهایی مثل آیت الله کاشانی رو برملا کنه و به مسافه اونها بره، یکی دیگه از بسیار دلایل از دست رفتن این فرصت مطلوب بود. اثبات وابستگی حزب توده به شوروی زمانی برای همه قطعی میشه که اسناد مربوط به اون دوره از روابط ایران و شوروی علنی بشه. اگرچه اسناد وزارت خارجه بریتانیا و سازمان اطلاعات آمریکا یا سیا درباره وقایع اون زمان علنی شده، اما تا حال بسیاری از اسناد مشابه از سوی مقامات روسیه در اختیار پژوهشگران قرار نگرفته. با این حال همونطور که تاریخ وقایع ایران نشون میده، وابستگی حزب توده به شوروی و ارجح دانستن منافع اون کشور بر منافع ملی ایران بر هیچ ناظر بیطرفی پوشیده نیست. دیده ها و شنیده ها و خاطرات شخصی افراد چنانچه دور از واقعیت نباشه، بخشی از مواد خام برای تاریخ نویسان، پژوهشگران و تحلیلگران مسائل سیاسیه. چند نکته اشارهوار از خاطرات شخصی من شاید در این زمره بگنجه. من در خانواده توده‌ای متولد شدم. مادر و پدرم از اعضای فعال حزب توده بودند و عمویم احسان طبری از تئوریسین‌های حزب. در خانه ما جمعه ها دوستان و هممسلک های خانواده جمع می شدن و بحث و گفتگوی سیاسی رواج داشت. بعضی از آنها، به خصوص خاطرم هست یکی از خاله های توده ایم، بارها شکایت داشت که در روز 28 مرداد به همراه همسرش و چند تن دیگر از دوستان در کنار در نیمه باز خانه ایستاده بودند، منتظر دستور حزب که بریزن به خیابان در دفاع از مصدق، دستوری که هرگز نیامد. وقتی شاگرد مدرسه بودم بیشتر به صحبت‌ها توجه می‌کردم. وقتی برنامه انقلاب سفید از سوی شاه اعلان شد، خانواده من خوشحال شدند. گفتن این بخشی از همون برنامه‌های ماست. فضای سیاسی باز میشه و ممکنه عموتون برگرده. گویا قرار بود با شرط و شروطی به حزب توده اجازه فعالیت بدن، یا لااقل راویان حزب اونها چنین نویدی داده بودند. خونه ما در خیابان فخررازی جلوی دانشگاه تهران بود. روز 15 خرداد 42 به دنبال اعتراض خمینی به انقلاب سفید شاه خیابونها شلوغ بود. پدرم گفت این جنبش ارتجاع سیاهه. ما هیچ کدام از خونه بیرون نمیریم و توده‌ای ها بیرون نرفتن. از 11-12 سالگی به نمایندگی از طرف خانواده برای عموم نامه می‌نوشتم و از خبرهای فامیل براش می‌گفتم و او بلافاصله جواب می‌داد. از وقتی عقل رس شدم تعلق خاطری به حزب توده نداشتم، اما فکر میکردم مارکسیست و انقلابی هستم. سال 1352 برای تحصیل به انگلستان آمدم و به علت علاقه خاصی که به عمویم داشتم از او خواستم به دیدارشون برم. کمتر از یک سال بعد با پاسپورتی از سوی دولت آلمان شرقی به برلن شرقی و بعد به لایپزیگ پیش او و خانوادش رفتم. درباره این سفر چند بار در رسانه ها صحبت کردم، اما یک نکته گفتنی این که وقتی از عمویم پرسیدم تغییرات آینده ایران رو چطور میبینید، گفت تا 6-7 سال دیگه شاه از سلطنت کنار میره و به جاش ولیعهد با سرپرستی فرح به عنوان نایب سلطنه سر کار میاد تا او به سن بلوغ برسه. ای کاش که چنین شده بود. بعد از انقلاب 57 وقتی به ایران برگشتم، کتابی به اسم راه رشد غیر سرمایه‌داری، تز جدید شوروی رو که به فارسی ترجمه شده بود خوندم که می گفت بزرگترین هدف سیاست خارجی شوروی مبارزه با امپریالیسم آمریکا و متحدان غربیشه. در این راه ما باید با تمام نیروهای ضد امپریالیسم متحد بشیم. منظور از نیروهای ضد امپریالیسم صدام حسین، قذافی و اسد گرفته تا البته خمینی بود. و اینطور بود که حزب توده صادق خلخالی رو برای اولین مجلس اسلامی نامزد حزب معرفی کرد. سیاوش کسروی شاعر شعر حماسی آرش کمانگیر از دوستان خانوادگی ما بود. دلگیر از این که از حزب توده رو گردانم به من گفت شنیدم میخوای ازدواج کنی، چه خوب، اسم فامیلت رو عوض کن. گفتم حتما این کار رو نمی کنم. به شوخی و خنده گفت پس برای تو یک گلوله طلا کنار میگذاریم. بعدها وقتی عمر مفید حزب توده برای خمینی به سر اومد و توده‌ای‌ها به سرنوشت بقیه مخالفان دولت اسلامی دچار شدند، سیاوش کسرایی
به همراه بسیاری دیگر از اعضای حزب به شوروی پناهنده شد. چند سال بعد در گزارشی رادیویی شنیدم در دیداری با زنده یاد استاد شجریان به او گفته برو به سایه، به بقیه دوستان، به همه و همه بگو هر چه به ما گفتن دروغ بود. اقرار به اشتباه، آن هم با چنین هزینه سنگین، یکی از دردناکترین فرودهای زندگی است. دردی که خیلی از انسانهای شریف رو از پا در میاره. برگردیم به اون چه پیشتر گفتیم. هدف نهایی حزب توده بود. بعد از 28 مرداد حزب توده دیگه اون حزب پرقدرت گذشته نبود. اما میراث ایدئولوژیکی که از خود به جا گذاشت مثل روحی بیمار در کالبد بخشی از نسل جوان ایران حلول کرد. در دوران پیش از انقلاب سه مؤلفه عمده از این میراث ویرانگر بیشترین صدمه رو به سپهر سیاست در ایران زد و به روایت غالب در مسیر انقلابی نامیرمون در کشور در آمد. از این سه مؤلفه یک، انقلاب در عوض اصلاح، دو، ضدیت با سلطنت پهلوی و نهاد 3000 ساله پادشاهی ایران و خواست از بین بردن اون در عوض تلاش برای تحولی آرام به سوی سلطنت مشروطه و تداوم اون، و سه، همونطور که در کتاب راه رشد غیر سرمایه‌داری آمده، مبارزه و ستیز با آمریکا و متحدانش به خصوص اسرائیل از یک سو و وحدت با نیروهای آمریکا ستیزی چون خمینی و اسلامیست‌هاش از سوی دیگه. سه مؤلفه ویرانگری که به جوانهای ناآگاه چریک فدایی خلق، فرقه مجاهدین خلق، اسلامی‌هایی چون شریعتی و طالقانی و در رأس آنها فرصت طلب‌های عقبگرایی چون خمینی سرایت کرد و به وجه بارز مبارزه سیاسی اونها بدل شد. خب حالا با تمام این اوصاف میگن ای به می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. اگر ایدئولوژی حزب توده و صدمه ای رو که به پیشبرد دموکراسی در ایران زد کنار بگذاریم و تنها به ساختار تشکیلاتی اون نگاه کنیم، ببینیم که در تعریف ساختار احزاب که در نوبت‌های پیش دربارشون صحبت کردیم، ساختار تشکیلاتی این حزب جزو یکی از بهترین و کاملترین انواع احزاب سیاسیه. یعنی حزبی که جدا از اسم خاصش، کارشناسان به ساختار تشکیلاتی اون اسم عام حزب توده مردم رو میگذارن. جای یادآوریه که خیلی از احزاب کمونیست، فاشیست و برخی از ملیگرایان افراطی و پاپولیست در ابتدای تشکیل ساختار مشابهی دارند، اما پس از به قدرت رسیدن و روشن شدن جنبه‌های سرکوبگر، خشونتبار، ضد آزادی و تمامیت‌خواه ایدئولوژیشون دیر یا زود با شکست روبرو میشن. درباره پیروزی‌های تشکیلاتی حزب توده، ارواند آبراهامیان در کتاب تاریخ نوین ایران می‌نویسه این حزب ظرف 4-5 سال پس از تأسیس 50,000 عضو و 100,000 هوادار داشت. در 78 شهر ایران، یعنی در تمام شهرهایی که بیش از 10,000 نفر جمعیت داشتند، شعبه دایر کرد. روز کارگر تونست در تمام شهرهای بزرگ تظاهراتی پر جمعیت برگزار کنه. نشریه رهبر، ارگان رسمی حزب، 100,000 نسخه فروش داشت که 3 برابر تیراژ روزنامه اطلاعات بود. روزنامه نیویورک تایمز در اون دوران نوشت حزب توده و متحدانش میتونن 40% آرای عموم رو در یک انتخابات آزاد به دست بیارن. ریدر بولارد، سفیر بریتانیا در ایران، در اون سالها گزارش داد که حزب توده تنها حزبیه که برای اولین بار تونسته مردم رو وادار کنه سیاسی فکر و عمل کنن. همتای آمریکایی بولارد گفت توده تنها حزب بزرگ سازمان یافته و در خور سیاسی در ایرانه. همچنین حزب توده رهبری شورای مرکزی اتحادیه کارگری رو در دست داشت که شامل 33 اتحادیه با 275,000 عضو بود، یعنی 75% نیروی کارگری در کل واحدهای نوین صنعتی ایران. این همه نتیجه ساختار حزبی درست و منظم بود که با یک ایدئولوژی غیر دموکراتیک در تضاد بود و به فروپاشی اون انجامید. اما دو میراث مثبت حزب توده که پس از 28 مرداد ادامه یافت، یک، حضور زنان در سطوح مختلف حزب بود. مشهور بود که زنهای حزب
با زنهای عضو حزب با پیراهن‌های آستین کوتاه خود در کنار مردا و نه در پشت سر اونها فعالیت می‌کردند. و دوم ترویج هنر و فرهنگ و کتابخونی رو باید ذکر کرد. هنرمندهایی مانند نوشین و لورتا که از پیشکسوت‌های تئاتر ایران هستند با حمایت حزب این هنر رو به پیش بردند و مترجم‌ها و نویسنده‌هایی که ابتدا به حزب توده گرایش داشتند مشوق فرهنگ کتابخونی و گسترش کتابخونه‌ها بودند. دستاوردهای حزب توده به طور عمده مدیون کار داوطلبی اعضا و ایمان و اعتقاد اونها به ساختن ایرانی در خور حیثیت تاریخی ایران بود. با این توصیف باید گفت احزاب دموکراتیک نوین ایران نه یک حزب که مجموعه ای از احزاب چپ، راست و میانه باید ایدئولوژی دموکراتیکشون رو در مرامنامه‌های متفاوت اما با یک هدف که ایمان به ساختن ایرانی سربلند و متعلق به تمام اقوام و ملیت‌ها و مذاهب ایرانی باشه تنظیم کنند و در این راه تنها از ساختار سازمانی حزب توده میتونن بیاموزند. و بالاخره میرسیم به پایان وقتمون و در نوبت بعدی پس از نگاهی کوتاه به دیگر احزاب این دوره به خصوص حزب سوسیال دموکرات ایران که یکی از احزاب مهم جبهه ملی بود درباره آینده احزاب دموکراتیک در ایران بعد از دولت اسلامی خواهیم گفت. تا اون وقت سپاس از اینکه بیننده و شنونده این نوبت از برنامه احزاب سیاسی در مجموعه آینده ایران بودید و با تشکر از همکارانم در تلویزیون ایران فردا شب و روز خوشی رو برایتان آرزو دارم.